کوچیک و بزرگ عاشق این پیراشکیان. آخه مگه از این خوشمزه ترم داریم؟ با اکوکوک همراه باش. قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا بریم سراغ آموزش امروزمون. 2.5 لیوان آرد، 1 لیوان کره به دمای محیط رسیده، 1 کمی نمک، مقداری جعفری خرد شده و 2 عدد تخم مرغ رو داخل غذا ساز با هم مخلوط و یک دست کنید. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه. توی کامنت ها برامون بنویسید که چه غذایی رو دوست دارید آموزش بدیم. اگه خمیر منسجم نبود کمی شیر اضافه کنید. روش نایلون بکشید و 1 ربع استراحت بدید. به تعدادی چانه تقسیم کنید. و به اندازه دلخواه به صورت گرد پهن کنید. مواد میانی دلخواه است. من از پیاز، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه و ادویه‌جات استفاده کردم. وسطش مواد گوشتی و پنیر پیتزا بریزید. خمیر رو روی مواد برگردونید. با دست دورش رو کمی فشار بدید و از یک طرف به این صورت بپیچید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمونو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. دوستان، ما سعی کردیم تا جایی که میتونیم ویدیوها رو براتون به صورت خلاصه و در عین حال جامع و مفید آماده کنیم تا بتونید به جای گذاشتن نیم ساعت وقت با ارزشتون برای یه ویدئوی طولانی 10 تا غذا و شیرینی و دسر و کلی چیزای جدید رو بتونید یاد بگیرید. داخل سینی فر بچینید. برای رومال یه عدد تخم مرغ رو هم بزنید و با فرچه روی پیراشکی ها بزنید. داخل فر از پیش گرم شده با دمای 180 درجه 35 دقیقه زمان بدید تا بپزه. بافت و طعمش معرکه است. حتما درست کنید و لذتش رو ببرید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. نوشه جان.